کنترل روم قسمت 17 هم و عرضم حضور شما که مخاطب این برنامه رو یه استارتیا هستن. البته چند دقیقه اول هم مربوط به غیر ریستارتی هاست و ایرانیانی که این برنامه رو نگاه میکنن و اندل مخاطب خاص هم وجود داره، یعنی بین ریستارتی ها هم ریستارتی های خاص هم از وحدت وجودی ها میتونن این برنامه رو بهتر نگاه کنن. قبل از شروع برنامه چند تا نکته، حالا اگر همیشه ما این کار رو میکنیم، توضیح میدیم، چند تا نکته میگیم و بعد برنامه رو آغاز میکنیم. نکته اولمون که رو به دختر پسرای ایرانی در سراسر ایران یا خارج از ایران که دارن این برنامه نگاه میکنن یک توضیح کوچولو باید بدیم و اون اینکه اگر دختر پسرای ایرانی به دنبال این هستی که بتونید مواد مخدر بکشید، حالا تریاک بکشید، نمیدونم حشیش بکشید، نمیدونم بنگ بکشید، نمیدونم از این چیزای اینا بکشید و به قول دوستان ماری جوانا بکشید و به هر حال مواد مخدر و شیشه و از این کارها بخوام بکنید، بدونید که شما تحت هر شرایطی بهترین کشوری که میتونید این کارها رو بکنید جمهوری اسلامیه، ایرانه. یعنی اگه شما دختر پسر در این برنامه نگاه میکنی و فکر میکنی که با تغییر رژیم میتونی این کارها رو بکنی، یه جوک کامله. یعنی شما تو اروپا که وقتی وارد بشی بخوای این کارها رو بکنی، خود اروپا دولتش میخره مواد مخدر رو، تخص میکنه، هر کی بخواد بفروشه میگیرنش، بهش تجاوز میکنن، پدرش رو در میارن و هر کسی هم که بکشه به نوع دیگه پدرش در میارن. 99% ایرانی های خارج از کشور همه به شما اطلاعات غلط میدن. این نکاتی بسیار مهمیه که شما تو این برنامه میخوام بهتون بگم که بدونید. اگر شما ایرانی ها میخواین که دختر پسر بازی کنید و حال کنید و نمیدونم از این کارهایی که دختر میبرید این کارا رو گروهی و گروپی و اینا انجام بدید و اینا، بهترین کشوری که در جهان میشه سکس کرد و اشغال کرد و اینا ایرانه. اگر شما دنبال این هستی که تو اروپا مثلا توی فرانسه، انگلیس یا تو آمریکا یا کانادا از این کارا میتونی بکنی، اینا جوکه. یعنی بهترین حکومتی که شما میتونید این کارا رو توش انجام بدین جمهوری اسلامیه. این چیزی که شما باید بدونید. یعنی شما توی کانادا این کاری که شما تو ایران می‌کنی اصلا نمی‌تونی اونجا بکنی. یعنی رژیم ایران عوض بشه شما تحت حشراتی عشق و حالی ندارید. در خارج از کشور در اروپا من 50 خورده کشور رفتم. شما دختر پسرای ایرانی باید بجنید و 51-2 گروه و مردم دنیا رو دیدم نزدیک، با اپوزیسیون ها و گروه های سیاسی، سازمان های امنیتی خارج از کشور هم جلسه داشتم. یعنی اون چیزی که شما داخل ایران نمیدونید من خارج از کشور همش رو میدونم. اینکه اینا میخوان چه کنن رو هم میدونم و اینکه قراره که برای شما چی بنویسن رو هم میدونم. جلسه داشتم، یعنی فرق نمیکنه. یعنی مثلا حتی رضا پهلوی وقتی به من از من خواست که باش جلسه بذارم و عرضم حضور شما که بنا به دلایلی و بهش گفتم به شرطی جلسه میذارم که عکس نگیرید و داخل دفتر شما هم جلسه نمیذارم، به هر حال قبول کرد که بیا تو یک رستورانی جلسه گذاشتیم. 2 بار از وسط جلسه رفتم بیرون. یعنی رفتار من با رضا پهلوی همون رفتاری بود که با احمدی نژاد داشتم. یعنی با مسئولین کشور هم اینجوری بودم. یعنی من داخل ایران به خارج کشور شخصا عوض نشده، یادتون باشه. همون شخص داخل ایران هم خارج از کشور بوده. اون موقع مثلا میگفتن آقای احمدی نژاد تیمشون اومده ما هم جلسه بذارن که بتونیم با آقای احمدی نژاد بشینیم سر یک کارهای گنده میلیاردی و اینا، کارهای اینطوری انجام بدیم. همون جوابی رو دادم که به رضا پهلوی دادم، هیچ فرقی برای من نمیکنه. این نکته که به شما ایرانیان عزیز بدونید. پس من تنها فردی هستم که در خارج کشور با اینا جلسه داشتم و افکار سازمان‌های امنیتی و اپوزیسیون خارج از کشور رو میدونم. کل حرفم اینه، اگر فکر میکنید که میخواید اشغال کنید و عرق سگی بخورید و یواشکی برید و دخترها رو فلان کنید و فلان اینجوری کارا رو کنید، اصلا فکر تغییر رژیم نباشید، چون اصلا همچین چیزی در خارج کشور نیست. بیشترین اشغال در جهان
داخل ایرانه. به همین خاطر است که خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل انگلیس، مثل فرانسه پول خرج میکنن میان ایران برای اینکه بتونن با خواهر مادر تو برن دیگه، با 5 دلار برن. یعنی اونا باهوشتر از تو هن، اونا میدونن تو خارج کشور باید مثلا 7000 دلار خرج کنه با یه دختر بتونه یه مسافرت بره، ولی اونجا میاد بعد 10 دلار به تو، به خواهر تو، به مادر تو و اینا میده و شب اینا رو میبره دو تا دو تا سه تا سه تا با 8 دلار. خب احمق نیست که، اون میدونه بیشترین اشغال داخل ایرانه. برای همین ما اپوزیسیونی بودیم که اومدیم گفتیم یک بار برای همیشه برای خرد و اندیشه قیام کنید، نه برای دینگلو و تفکرات و این شکلی. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بدونید که حتی خیلی ها میگن راجع به حجاب شما حرف نمیزنید. محمود غزنوی عرضم حضور شما که وقتی که از هندوستان برگشت و خلاصه زد خوار مادر هندی‌ها رو سرویس کرد برگشت، به آخونده شکر پول دادن، بعد بهش خبر دادن که آدمی نیومده. این تو برنامه ریسارت گفتم، شما ایرانی شاید گوش نکرده باشین. گفت کی نیومده؟ گفتن یه فردی است به نام ابو سعید ابوالخیر، پادشاه شاه محمود غزنوی به اون پیکش گفت برو به این آقای ابو سعید ابوالخیر بگو که پادشاه گفته که وقتی من دستور میدم شما باید بیایید، زیرا که در اسلام گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، من اولو الامر وقت دستور دادم شما بیاین. عارفم و اینا من نمیفهمم. اومدم به ابو سعید ابوالخیر همین چند حرفی رو زدن و بعد عرضم حضور شما که ابو سعید گفتش که به پادشاه بگید که من انقدر غرق در اطیع الله هم اصلا وقت نمی کنم راجع اطیع الرسول فکر کنم، چه برسه اولو الامر. حالا داستان حجاب و اینا که از من سوال میکنید همین، انقدر ما در اطیع الله گیجیم توی این مملکت، انقدر مشکلات تو کشور داریم، این که به این پایین و اون تفکرات و اینا اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم. یعنی اپوزیسیون ریستاب، اپوزیسیون خرد و اندیشه است. به همین خاطر ما برام اصلا مهم نیست که این چیزایی که برای این خارجکی‌ها و اپوزیسیون‌ها هیجان تو بوق بوق میکنن و شعر میخونن و حالا بیا اینجا ما ببین، حالا اینجا ما ببین، اینا برای اینها خیلی مهم و عجیب و اینه. برای ما خاطره است. ما در زمان رضا شاه هم یادمونه که همه مردم هر وقت یک زنی رو میدیدن که روسری سرش عرضم از شما که روسریش رو ور میداشت، با اجباری براش دادن دیگه، مسخره میکردن. یعنی رضا شاه با برداشتن روسری کاری کرد که کشور به دو قسمت تقسیم کرد، متعصبین مؤمن تولید کرد و همون کاری که الان داره. الان تو ایران چه جوریه؟ الان دختر پسرها هر کی روسری سرشه مسخره میکنن. اون موقع همینطوری بود، برعکسش. زمان رضا شاه حکی روسریش برمیداش چون به زور میشن دیگه، میگفتن زن باید خونه باشه، این زنی که میره اونجا دیگه منظورش یه چیز دیگه است، یه هدف دیگه داره. این که مردم یهو دوستاش لباسشون رو بکشن پایین، لباسشون رو بکشن بالا، هزاران سال این بازی مسخره کمدی تبدیل دین به بیدینی و تبدیل بیدینی به دین عمل و عکس العمل ما دیدیم. برای ما خاطره است، خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. برامون هم مهم نیست اصلا که چی هست. به همین خاطر هیچ نظری راجع به حجاب ما اصلا نداریم. هر کی دلش خواد بذاره، هر کی میخواد ورداره. و نگاه حجاب در ریاست با نگاه حجاب در اپوزیسیون ریاست هم متفاوته، که حالا برنامه‌های قبلی رو گوش کنید و برنامه‌های بعدی رو بهش توجه کنید. اما امروز برنامه‌ای که میخوایم بریم راجع به یک نکته مهم و اساسی، یه بار مرور میکنیم که چی شد. سال 1395 ما شروع کردیم برنامه خودمون رو در رادیو پستو شروع کردیم. خب چه اتفاق افتاد؟ یک اتفاق نادر در جهان افتاد، در کره زمین. یعنی انگلیسی ها زمانی که من درگیر شدم با انگلیسی ها در یکی از این کشورها، اون موقع مطمئن بودن که من هیچ وقت نمیتونم رسانه بزنم و پول زدن رسانه نرم. آمریکایی‌ها نمی‌دونستن، آلمانی‌ها نمی‌دونستن، جورسامی نمی‌دونست. می‌گفتن آقا حسینی بخواد رسانه بزنه، هزار سال طول می‌کشه.
برخود حسینی بدون رسانه قدرتی نداره. حسینی بدون رسانه نمیتونه کاری بکنه. یه اون اتفاق عجیب در جهان افتاد، یه اتفاق نادر، اینکه یهو تلگرام اومد وسط، موجود جدیدی درست شد که میتونه شما ویدیوتو بذاری توش و صداتو بذاری توش، یعنی رادیو پستو. یک اتفاق براش افتاد، اتفاقی که سازمانهای امنیتی میدونستن که حسینی به خاطر 100 دلار مشکل داره، چه برسه بخواد یه تلویزیون بزنه. و این اتفاق نادر افتاد، یعنی تلگرام طوری شد و این تلگرام تو جامعه ایران یهو شروع کرد پخش شدن و تلگرام یهو تو جامعه پخش شد، مدیران تلگرام فراری شدن، سازمان امنیتی انگلیس و فرانسه و آلمان و دموکرات‌های آمریکا و خود تا آمریکا و جمهوری اسلامی و اینا هیچ کدوم دسترسی به مدیران تلگرام نداشتن و این موجب شد که نتونستن سانسور کنن مخالفین خودشون رو، یعنی اینکه نتونستن منو سانسور کنن. یک دوره بازدهی خیلی کوتاه، یک زمان بسیار کوتاه، چند ماهه برای ما کافی بود که جامعه ایران رو بتر کنیم و بعدش هم یه حساب پخش شد، یهو شروع کرد ترکیدن و تمام اون پازل های سازمان امنیتی رو لو دادیم. این اتفاق افتاد سال 95 تا 96. 96 ما در یواش یواش که ریستارت رو پخش کردیم، اپوزیسیون ریستارت رو شروع کردیم معرفی کردن و شروع کردیم شکل سازماندهی دادیم این اپوزیسیون رو و بعدش هم خب میلیون ها بیننده داشتیم و اینستاگرام زدیم، اینستاگرامش رو 120,000 تا، اینستاگرام رضا پهلوی خوب بود 3200 تا 3500 تا، اینستاگرام خانم رجبی بود مثلا 1200 تا 1300 تا و اینستاگرام تمام هنرپیشه‌ها و هنرمنده و در خارج از کشور و خواننده و اینا به 1000 اینستاگرام ها نمیرسید در اون تاریخ، اینقدر قوی بودیم و مدارکش هم هست. سال 96 ما استارت زدیم، هنوز توی فروردین و اردیبهشت و خرداد و ایناست، جامعه آماده شد برای قیام 96، دیماه 96. در دیماه 96 به ناگاه یک اتفاق عظیم افتاد و اون این که با برنامه های ریستارت و اپوزیسیون ریستارت جامعه آماده این شد که انقلابی عظیم در اونجا رخ بده. من از اینجا به بعدش رو به میلادی میگم برای اینکه میخوام توضیح بدم بدونید چه خبره. پس 20 روز قبل از ژانویه اوج حرکت‌های ما شروع شده و چالش‌ها به سرعت داره انجام میشه، مردم به سرعت دارن جذب میشن، قیام داره اتفاق میفته و جمهوری اسلامی در حال تغییر و عرضم حضور شما که ژانویه به سرعت، این سرعت تصاعد حسابی به تصاعد هندسی تبدیل شده، سرعت بسیار بالا، داریم این کار رو انجام میدیم و عرضم حضور شما که همه چیز آماده است برای تغییر رژیم. در این زمان در یک لحظه 5 اتفاق نادر میفته. نمبر 1، سازمان‌های امنیتی جهان روبروی اپوزیسیون ریستارت قرار می‌گیرن. نمبر 2، رسانه‌ای مثل آمد نیوز که یک رسانه خیلی کوچک نوپای بود، بعد از چسبیدن به اپوزیسیون ریستارت تعدادش رفت بالا چون عملگرایی بود و نظرسنجی گذاشته بود و این هوا که تنها اپوزیسیون آلترناتیو ریستارت و اینا، به هر حال هم داره ادامه میده، یعنی این که اپوزیسیون آماده است، تغییر رژیم در حال اتفاق، یهو میبینیم که آمد نیوز هم علیه ما بلند میشه، سازمان امنیتی علیه اپوزیسیون بلند میشه، رضا پهلوی که اصلا یه گوری به گوشه ماهی گیریم کمی پره وسط و بعد راجع به ریاست حرف میزنه، تمام هنرمندای خارج کشور از تاپاله های سیاسی گرفته تا
گروه های سیاسی روبروی اپوزیسیون اتحاد یهو ریاکشن میگیرن. چرا؟ یادتون باشه راجع روح الله زن من یه توضیح کوچولو دادم، چون اینا ربط داره میخوام بگم. راجع روح الله زن یه توضیح کوچولو دادم و اون این بود که گفتم روح الله زن با میثم خامنه ای بود و همه خاطر به سپاه که با مشتبه خامنه ای بود درگیر بود، به مشتبه خامنه ای حمله میکرد و سپاه، اما به میثم خامنه ای و سازمان اطلاعات و رضا پهلوی ببخشید اصلاح طلبا حمله نمیکرد. اما روح الله زن نمیدونست که سپاه و رضا پهلوی تو یک کاسه هن. این نمیدونست، یکی از مشکلات اون موقع نمیدونست که رضا پهلوی با مشتبه خامنه ایه، پول از مشتبه داره میگیره، اون دوتا فامیلش مستقیم از مشتبه خامنه ای داره پول میگیره. این از روح الله زن نمیدونست و وقتی هم که گرفتنش خیالش راحت بود که میثم خامنه ای نجاتش بده، که یکی دو روز پیش، الان 24 دسامبره، یکی دو روز پیش عرضم به شما که تازه لو رفت که بله میثم خامنه ای یواشکی اینو آورده بود عراق که گرفتنش، یعنی که بازی گیم این تموم شده بود دیگه. دعوا از اونجا شروع شد. اپوزیسیونا به ما گفتن که شما، حتی روح الله زم هم گفتش که شما دستور بازگشت داده بود. دقت کنید. علت این که رژیم عوض نشد این بود که حسینی با این همه ریستارتی ها و میلیون ها بیننده یهو استاپ کرد و دستور بازگشت داد. و این از اساس کاملا دروغ. تاریخ ها رو در پستو نیوز برید نگاه کنید. در جانبیه ما عرضم حضور شما که حملاتمون به شدته و بعد شروع کردیم فراخوان دادن، ده روز به چالش حالا رنگ و اینا رو بذاریم کنار دیگه، چالش ها رسید به چالش آتش تا 16-17 ژانویه 2018. دقت کنید، تا اون موقع ما همینطور فراخوان میدادیم و داشتیم با قدرت کارمون انجام میدادیم. در یک لحظه دو اتفاق افتاد و اون اینی که من یک زمانی چون به حال کشورهای زیادی رفتم و بعد تو لایو تلویزیون ایران هم بودم دیگه، یعنی میدونستم که سازمان امنیت ایران خیلی شبیه سازمان تو آمریکاست، شبیه سازمان موساد، شبیه کاگبه، شبیه فرانسه است، شبیه آلمان. میدونستم اینا ایران با اتیوپی یا کشورهای دیگه مقایسه نمیکردم، که میدونستم 20 کشور هستن که سازمان امنیتی شبیه ساخته شده و آمریکا ساواک درست کرده، ساواک الان وزارت اطلاعاتی رو، همه رو میدونستم. به همین خاطر از اون روز بعضی از رسانه‌های خارجی و صفحاتی رو علامت گذاری کردم در سیستم امنیتی همین صفحات در دنیای مجازی و رسانه‌ها، و اونا رو داشتم چک میکردم که مسیرشون کجاست و انقدر باهوش بودم که ببینم اگر مسیرشون جا به جا شد بفهمم، ببینم که چیکار میخوام بکنن. اتفاق اول این بود که رسانه های جهان همزمان شروع کردن منقبض شدن. گفتم الان منبسط میشن، دیدم نشدن. یواش یواش دیدم که میخوان اپوزیسیون ریاست رو بذارن کنار. اپوزیسیونی که الان باید 10 میلیارد 15 میلیارد تو حسابش پول بشه، اپوزیسیونی که همه میدونن رژیم عوض میکنن. بعد با این سازمان امنیتی وقتی حرف می‌زدن رو حسینی واقعا مثل یه بچه مثلا جوان مثلا دو زانو نشسته خیلی مؤدب اون حرف می‌زدن. موضوع رو می‌دونستون چه اتفاقی می‌افته. ما باز هم ادامه دادیم. 17 فوریه ژانویه تموم میشه، بعدش فوریه 17 فوریه به من دستور بازگشت داده شد. یعنی گفتن که به قول دوستان میگن سوفیسم، انسان کامل هر چی میگن، فرمان زد که استاپ تا شناخته شید، به رسمیت بشناسنتون.
من اون موقع تو دلم بودم که خیلی ساده است، یه اپوزیسیون به قدرت داره میره و سوفیسم اقلا میگفت که مثلا 100 میلیارد بگیرید این کارو کنید. منطقی تر بود. خب معلومه که فردا سازمان وزارت خارجه آمریکا و عرضم حضور شما که فرانسه، انگلیس منو به رسمیت میشناسن. خیلی ساده بود. گفتم حالا من میگم اوکا استاپ تا به رسمیت شناخته شم، نیم ساعت بعدم به رسمیت شناخته میشم. همه میزنن و چراشو میخواستن رژیم عوض کنن دیگه. فکر کنم که بره اشتباه میگه تو دلم. بعد دیدم که ما رو به رسمیت نشناختن. انقباض طوری شد تمام رسانه هاش رکن سانسور اپوزیسیون روی سا. اونجا بود که یه ریویو کامل کردم، گوشی رو براشم زنگ زدم به روح الله زن، گفتم شما تو برنامه هاتون از امپراتوری پارس حرف بزنید، از قانون اساسی اپوزیسیون روی سا حرف بزنید، انگار دیگه ما آتیش میزنیم، ما میزنیم، ما مهم تروریسم این کار رو میکنیم. بعد گفت آفرین درست میگید، اون رفت و دیگه گوشی رو قطع کرد و رفت دیگه. یعنی فهمید که اگه غلطی اضافه کنه بهش تجاوز میکنن دیگه، سکوت کرد و رفت. و بعد من چون موضوع رو فهمیده بودم مجبور شدم که مسیر اپوزیسیون روی استارت رو یک جا به جایی مشخص توش بکنم. اما راز کجا بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ درست در اوج ژانویه که ما داشتیم رژیم رو عوض می کردیم، یک جلسه بسیار پنهان در سازمان‌های امنیتی گذاشته شده بود و نتیجه اون جلسه این بود که اپوزیسیون ریستارت رو حذف می‌کنیم و با گروه‌های دیگه یک ائتلاف تولید می‌کنیم و چه که همه رو من می‌شناسم، با اونها یک اسب جدید تولید می‌کنیم و عرضم حضور شما که و مسئول ادامه میدیم. خب خیلی خیلی عجیب بود، یک اپوزیسیون آماده تغییر رژیم چرا باید نحذف شه؟ تو اون جلسه پنهانی نتانیاهو حضور داشت، خیلی جالبه. همزمان در داخل ایران و خارج ایران به تمام وحدت وجودی ها حمله شد. یعنی چی؟ یعنی گروه های مثل دراویش گناه‌آبادی، دراویش یارسان، دراویش دیگه همزمان بهشون حمله شد، تا عرفان حلقه یا اون طاهریه با اونا و تیمشون به شدت شروع کردن حمله کردن و کارشون انجام دادن. چه کاسه زیر این کاسه بود؟ این نکته دومی بود که در برنامه قبل توضیح دادم که به زودی بگم علت این که ما با نتانیاهو مشکل داریم چیه؟ یکی از نکات بسیار یعنی خطی است که همه اینا رو با هم مشخص میکنن. که اون موقع ما دو سه دفعه اعلام کردیم، دیدیم کسی گوش نمیکنه و این بود. حالا چرا داریم میگیم؟ برای اینکه هر لحظه ممکنه ترامپ بیاد بالا. نتانیاهو از اون آدمایی است که به سرعت رنگ عوض میکنه. این رضا پهلوی، گفتم این رضا پهلوی، یعنی یه آدمی که اصلا امروز میگه ما سیاه، وقتی فردا میگه ما سفیده به شدت قسم حضرت عباس میکنه که شما گفتی ما سیاهه. یعنی انگار اوها حرفا رو دروغا رو میچسونه به اون و میگه نتانیاهو همینجوریه. ممکنه ترامپ بیاد بالا و این نتانیاهو بیاد و ترامپ رو واسطه این رفاقت امپراتوری پارس و اسرائیل بکنه. ما دو تا کار داریم میکنیم. شما روی استارتیاد نمبر وان، این که رضا پهلوی رو که سرش تو باسن اسرائیله از پشت نگر داریم، سرش از اسرائیل بیرون نیاد. اسرائیل باید بچسبونیم به این. این نکته اوله. حالا که اینا رضا پهلوی رو کردن تو خودشون، تا این کلش مثل ببر فلان تو باسن گاو میشه، همونجا باید نگرش دارید. یعنی با همین برای چی ما داریمش حمله میکنیم؟ برای اینکه اونا بگن آه اپوزیسیون سیاست میترسه از اینکه اسرائیل با این باشه. نه، ما باید کاری کنیم که
پایان نتانیاهو با این تاپالاها پایان پذیر باشه. یعنی ما استراتژیمون اینه که رضا پهلوی رو با در باسن این گاو میش دفن میکنیم. این اولین چیزی که شما یادتون باشه، به همین خاطر گفتم بهش یه طوری حمله کنیم که فکر کنه که وای حتما آدم مهمیه که با اسرائیل هر چی از بچسبه خودش بچسبونه خودش به ترامپ و هر چی خودش بچسبونه به نتانیاهو به نفعمونه. برای اینکه وقتی نتانیاهو رو داریم دفنش میکنیم رضا تموم میشه، تموم شده، ولی اون تو خفه شده دیگه، کمک نکنیم سرش از باسنش بکشیم، اون تو داره خفه میشه. خودش دو این که فردای آینده که ترامپ اومد بالا در قضیه تکبیر، این آدم نتونه واسطه تولید کنه برای رفاقت دوباره. پس این برنامه رو ما داریم طوری تازه توضیح میدیم که به گوش ترامپ برسه که چرا حسینی به شدت به این آقای نتانیاهو حمله میکنه و داره حذفش میکنه از ذهنش، شخص نتانیاهو و رئیس موساد و اون دختره که معاونت فلانشو داره و اینا. داریم این دو تا مطلبمون، دومیش هم اینه، داریم این کار رو انجام میدیم که راهی برای بازگشت این بزغاله نذاریم. در ژانویه 2018 موساد یک برنامه ریزی کرد، دست در دست دموکرات های آمریکا، اون موقع ترامپ میکرد، دستش دست دموکرات های آمریکا بود، همزمان با وزارت اطلاعات ایران. همزمان با وزارت اطلاعات ایران گروهی از اصلاح طلبان و مجاهدین خلق، خیلی جالبه، دست در دست همدیگه داده بودن تا اینکه اپوزیسیون ریستار که در حال تغییر رژیمه تو این فاصله، اینا به جای اینکه بیان رسانه در اختیار اپوزیسیون ریستار قرار بدن به ریستارتیا و مردم کمک کنن که داشتن کشته می شدن، به انسجام این حرکت انجام بدن برای اینکه این اتفاق بیفته، همزمان اینها نه تنها کمک نکردن و تمام زورشون رو زدن برای سانسور ما، همزمان در پشت پرده عرضم حضور شما که یک برنامه ریزی کردن تا اسناد پرونده هسته‌ای ایران رو بدوزن. یعنی رسانه های خارج کشور من جلسه گذاشته بودن مصاحبه میکردن تا ما رو پروموت کنن. روح الله زم یهو شب خوابید صبح شد، گفت من دیگه دارم یه استارتی میشم. برای چی این کارو کردن؟ برای اینکه گفتن حسینی چون نیروهاش زیاد میلیونیه با رضا پهلوی اینا نمیشه کرد، یه فرصت استثنایی اتفاق افتاده در جامعه ایران. حسینی نیروهاش در سراسر کشور 80 تا شهر و 180 تا در اصل با دهات و اینا تو کل ایران داره قیام میشه. این قیام دیما بسیار قدرتمنده. حسینی تا داره این سپاه و تیمش اینا رو کرده تو دستشویی رو نابودشون داره میکنه، نتانیاهو همزمان با وزارت اطلاعات دموکراتای آمریکا اصلاح طلب ها و مجاهدین رفتن پرونده هسته ایران رو بدوزن. من هنوزم باش مشکل ندارم، یعنی خیانت به ملت ایران کردن، شاشیدن تو صورت ملت ایران، مردمشون کشته می شدن. ما یه برای اولین بار 40 سال یک اپوزیسیون اومده رژیم عوض میکنه، یک لیدر قدرتمند رو همین کارا، من با هنوزم باش مشکل ندارم، دقت کن. اونا رفتن به جای اینکه به ما کمک کنن اومدن رفتن پرونده هسته‌ای بدوزن. اینش مشکل نیست. 31 ژانویه 2018، پس اول ژانویه 2018 ما چالشامون رو انجام دادیم. 31 ژانویه 2018 55,000 سند هسته‌ای ایران رو این تیم در این شلوغی هایی که در بازار ایران داره اتفاق میفته در بسیار اپوزیسیون ریستار دزدیدن. شد 31 ژانویه. ما دیدیم رسانه ها بعد از 31 ژانویه هنوز از یک تا اینجا مشکل ندارم دیگه، میگه آقا حسینی ما نمیخواستیم شما کمک کنیم، ما دوست داشتیم که به یک مادر قهوه فلانی که اعتقاد داره که یهودی رو باید بکنه تو دستشویی سی پول بکشه تو صورتش به نام رضا پهلوی، میخواستیم پول بدیم به تو. چه پول خودمونه، حرفش اینه دیگه، دوست داشتیم. ما میدونستیم که رضا پهلوی و خانوادهش دوست دارن به تجربه زنای اسرائیلی وقتی تجاوز میکنن لذت میبرن، دوست داشتیم پول بدیم به تو. چه
رسانه های دنیا دست من رو نمیخوام کمک کنم. و تو چه؟ تو میخواستی رژیم از گوه عوض کن. میتونه بگه دیگه؟ ما هم حرفی نداریم. دعوا از دیگه شروع شد. 31 ژانویه اسناد رو دزدیدن، باید از کشور خارج کنن دیگه، نمیرسه خارج کنن. 17 فوریه یعنی 17 روز بعد من فرمان بازگشت زدم، بازگشت ریه سارتی ها به خانه بیختن جلو. فرمانده، سلام فرمانده، شما پادشاهی، شما رهبر بزرگ. رسانه ها اومدن مصاحبه. چرا؟ چون اسناد دزدیدن یه جایی، حالا میخواد از کشور خارج کنه، نمیتونست خارج کنه. یهو شبم که نخوابیده بودن که پوشن، که یهو صبح شب خوابیدن، بعد صبح پوشن بودن. چی گفت حسینی؟ گفت حسینی گفت بازگشت. گفت واها الان تو این شرایط برای چی بازگشت؟ گفت حتما ناراحت شده، ما که کمکش نکردیم فلان، ریختن جلو. زمزم حسینی رفرمند رهبر بزرگ. گفتم بله. گفت برایش حساب کردیم. گفتم تنها گزینه این که من فراخوان بدم و استارت بزنم چیه آقای زم؟ گفت نمیدونم. گفتم شما تو رسانتون شروع میکنید از قانون اساسی امپراتوری فارس، از اندیشه و خرد اپوزیسیون رسانه حرف میزنید، نه از آتش زدن. و دو، باید من به رسمیت شناخته شم. تمام، من وارد بازی دیگه نمیشم. استاپ. اینا حمله کردن یارسانا، به دراویش یارسان حمله کردن. بعد به من پیام دادن نیای وسط، اینجوریه. حمله کردن به وحدت وجودی ها. سازمان امنیتی شروع کردن حمله به ریه سارتی در سراسر جهان، وندتوها رو اذیت کنن، گرفتنشون. حسینی بیا جلو. گفتم نمیام آقا، فرمانه، چرا نمیفهمیش؟ دستوره. خواب دیدی؟ گفتم اون خواب که دیده بودم که شما در اینجا گویی بگاریم، اون از قبل دیدم. ولش به خواب دیدی. بقیه یارو نگفت به شما، گفت یکی از راههای این که ما دست حسینی نجات پیدا کنیم که شما بودجه بذارید، ما در مقابل حسینی از میدان مغناطیسی حسینی بتونیم تخریب کنیم. من که میدانی ندارم، اینا جوکه، اینا شما میگید. ولی بله میدونم در جریان. گفتم آقا فرمان اپوزیسیون روی سات اینه، ما را به رسمیت بشناسیم، تموم شد. بزنید توییت کن، بی توییت کنه. وزارت خارجه اسرائیل مگه هر مادر قهوه‌ای رو توییت نمیکنه؟ او بوخ بوخ مگه رو توییت نمیکنه؟ ری توییت کنه حسینی رو. وزارت خارجه آمریکا ری توییت کنه. این همه مگه آدم نیست فرانسه؟ ری توییت کنید. رسانه هاتون بزنید. 3 تا اپوزیسیون خلاص کشوره. رضا پهلوی شاسگول، مجاهدین خلق و لیدر ریاست. نکردن. به جای این شروع کردن تهدید کردن. اون تاریخ ها بود که روح الله زم اومد، حتی راجع به دراویش گنودین هم بگم که بدونید، اومد یه نامه جعلی از وزارت اطلاعات داد بیرون، گفتش که دکتر نورعلی تابنده رو میخوام بکشن. به دستور نتانیاهو موساد این کار کرد. چرا این کار کرد؟ چرا گفت این نامه؟ برای اینکه پرونده 55,000 اسناد هسته‌ای رو کشتن توی یه خونه تو ایران، میخوان از ایران خارج کنن، احتیاج به اغتشاش دارن، باید سر تا سر کشور شلوغ شه تا بتونه خارج کنن. روح الله زم گفت این نامه جعلی رو رو کرد توسط یه سری از دراویش خارج کشور نفوذی احمق و داخلی احمق و بعضی وحدت وجودی ها و رسانه ها و قدرت ها شروع کردن تخریب کردن و حمله کردن. و اون دراویش باز در اونجا تو اون تاریخ اونجا حسینی دراویش گنابادی رو ریختن به هم، یعنی مسیر اغتشاش رو ادامه دادن. حالا حسینی نمیاد، بیارش کن حسینی رو، خودمون ادامه میدیم. ادامه دادن و اون اسناد خارج کردن. پس دلیل قتل دکتر نورعلی تابنده این بود که میخواستن اسناد هسته‌ای که توسط اغتشاش اپوزیسیون یسار در 31 ژانویه خارج کرده بودن، دزدیده بودن، خارج کنن. بعد که اسناد پرونده هسته‌ای رفت کنار، گومبلو قامبالو دیمولو به نام نتانیاهو رو شکر دونگه، رسانه های جهان شده خاموش شدن.
نمیخواستن رژیم عوض کنن. مرگ مردم ایران به تخم اسب از عباس برسشون بود. اینی که در سال 98 هم دیدید. بعد رضا پهلوی مستقیما از مشتبه خمینی پول میگرفت. همه نمیدونن. همه. یعنی مردم تظاهرات میکنن به خاطر دعوای بین میثم خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای که دو تیم متفاوت بودن. یکیشون وزارت اطلاعات، یکیشون اطلاعات سپاه و سپاه بود. که الان صاحبان جدید وارد شدن. خود مشتبه خامنه‌ای هم خبری نمی‌زدن. الان صاحبان جدید گروه جدیدی بوده. دعوا سر پرونده هسته‌ای بود. یعنی دولت دموکرات آمریکا، موساد و سازمان امنیتی یک هدف بیشتر نشن، اختشاش تو ایران بشه که پرونده رو خارج کنن و این کار کردن و به شدت در دست من عصبانی شدن که شما چرا در فوریه که پرونده های ما اونجا مونده بود فراخوان ندادی ملت خر بریزی تو خیابون کشتشن شهید چیز خرشن و بعد عرضم حضور شما که ما این کارو بکنیم، این پرونده رو خارج کنیم. برای همین داره همون سیستم درآویش هم من تا آخرین لحظه دفاع میکردم برای این بود، برای که میگفتم الان وحدت وجودی ها رو نکشن، که در همونجا هم وزارت اطلاعات اسلحه برداشت زد تو صورت اون بچه بسیجیه کشتنش. یعنی اطلاعات، یعنی تیم میثم خامنه‌ای، موساد، وزارت اطلاعات، مجاهدین خلق، اصلاح طلبها، تنها کسی که چون سپاه اصلا کاری نبود اونجا، سپاه همش خود مراقبت کنه از اون سیستم، تنها کسی هم که به نوعی میشه گفتش که توی این سیستم نقش نداشت رضا پهلوی بود، چون رضا پهلوی با خامنه‌ای بود، با مشتبه خامنه‌ای با سپاه بود و مدیر از وارد این بازجو نمیتونست بشه. که اینها فقط بسنده نکردن به این که به وحدت وجودی ها حمله کنن، جنبش رو بخوابونن، رژیم عوض نشه، مدارکش رو میخوان بکشن بیرون، اپوزیسیون نابود کردن، دختر پسر ایرانی رو اون وسط به این بسنده نکردن. همزمان چند اتفاق افتاده، اینترپول، پلیس جمهوری اسلامی هماهنگ کرد با اینترپل حسینی رو تحویل بدید، دستگیری حسینی. بعد یک جمله هم دقت کنید، یک جمله هم توی شورای امنیت گفت، یعنی همزمان در شورای امنیت تیم نتانیاهو اینا اون تیکه‌ای که جمهوری اسلامی داره میگه که کسی که داره خار مادر ما رو سرویس میکنه یه فردیه تو آمریکا، اونم در آوردن. همزمان این اتفاق افتاده. من میخوام یک سرچینگ شما رو ریستارت بکنیم متوجه شین چه اتفاق افتاده. یعنی به وقت وجودی حمله کردن، ریستارتی های سراسر جهان بندتهای ما رو بایکوت کردن، پدرشون در آوردن، سانسورشون کردن، به داخل ایران مردم این کارو کردن. همزمان اینترپل جمهوری اسلامی گفته حسینی رو برش کردین ایران، دستگیرش کنین. همزمان در آمریکا این هماهنگی انجام شده، یک آقایی به نام آقای اوسانی رو ترور کردن که بهانه‌ای داشته باشن که حسینی دستگیر کنیم. چرا؟ چون رازش تو جمله شورای امنیت، سازمان شورای امنیت سازمان ملل جمهوری فاش کرد، گفت حسینی رزیدنسه، گفت حسینی پناهنده گرین کارت داره، حسینی سیتیزن نیست، میشه تعبیرش داد. همزمان هم کار کردن، همزمان صفحات اینستاگرام، فیسبوک، تمام صفحات منو بستن، همزمان تلگرام هم بستن، یعنی صدها هزار صفحه ریستارتی ها رو بستن. ببین چه مادر قواهایی بودن. یعنی فقط نیومدن بگن که اوکی این حسینی با این حرکتش حقلا ما تونستیم 55,000 مدرک بردیم و پولی هم که بهش ندادیم و بعدش هم رسانه هم که بهش ندادیم، ولش کن. نه، تا آخرش گفتن، تا آخرش رفتن، حتی گروهی از درابیش هم برای من قیام دادن. بذار بقل هم نگاه کن ببین چه تاریخی بوده که و آخرین نکته که تو ریستارتی باید بدونی، برو تو پستو نیوز ببین چه رسانه‌هایی در جهان با من مصاحبه کردن. حالا برو نگاه کن، بزن کلیک کن روش، میگه این صفحه پیدا نمیشه. بعدن کنگره آمریکا که گفته او تنها اپوزیسیونی که میتونه رژیم ایران عوض کنه اپوزیسیون ریستارت، او تیکرم تو کنگره آمریکا برداشتن.
یعنی تمام قواشون رو برای شکست اپوزیسیون ریتار متحدن انجام دادن و خیالشون راحت. حتی منم موقع گفتم تو 3 ماه دیگه تمامی، ما هنوز اینجایی خودشون تمام شدن، مثل 1 میلیارد خرج کردن. ویروس عرفانی کرونا اومد که تنها فردی که در کره زمین گفت این ویروس عرفانی ما بودیم، زد خوار مادرشون سرویس که پولا رو هوا، حالا ریختن به هم، دونه دونه تخریب دارن میشن. رضا پهلوی سال 96 ببینید، به حداقل 400-500 تا ایرانی احترام اینجوری میذاشتن به خاطر تبلیغاتی که جمهوری اسلامی تو سریالاش کرده بود، الان با یک شت پهن توالت نفرت انگیز شده. گروه های سیاسی به هم فوش های خارمادر اسرار داره فاش میشه، بیرون همینطور، داخل همینطور. چقدر مردن، چقدر میلیارد ها ضرر کردن، برای اینکه اینا این کار کردن. دعواشون چی بود؟ دعواش این بود که شما گوش کن حرف ما. گفتم من از این گوش نمی کنم، من یه هدف بیشتر ندارم، نجات کشورم، مردمم. از گرده شماها من یک رهبر مستقلم و پیروزی با ماست، چون نوریم. مادر قهوا خودشون هم تو نور میبینن. ببین چه مادر قهوایی هست، نور پیروز میشود. بیا نور با ماه، خودها این برکته. نه به گذشت نگاه کن، از 97 نگاه کن، از روز خیانت به اپوزیسیون رسالت نگاه کن. دونه دونه تو مثل سگ، مثل یک کثافت درونی هستی، مثلا کرم هایی که در مقعد انسان هم دیگر دارن میخورید هم دیگر. ما همون آقایی که بودیم هست. من خاطر ما با نتانیاهو به دلیل حمله به دراویش یارسان، گنابادی ها، وحدت وجودی ها، ما رحم بهش نمی کنیم، ما هیچ رفاقتی با هم نداریم. ترامپ هم بیاد بالا این نتیجه این برنامه، ترامپ هم بیاد بالا من جلسه نمیذارم باش، واسطه این وسط وجود نداره. ترامپ میتونه این چهره مقدوش شده این حزب لیکود مسخره احمق و این گاب رو خود درستش کنه. و خیلی از همین دراویش نفوذی توشون بودن، خیلی آدم ها توشون بودن، خود روح الله زم احمق توش بود، خیلی از این اتاقای فکر توشون بودن. خیلی جالبه که بدونید خیلی از این شبکه‌های تلویزیونی توشون بودن. جنبش خوابوندن، به وحدت وجودی ها حمله کردن، یه سارتی ها رو گرفتن. آلمان نمیدونید چه خبر شد، تمام زورش رو سازمان امنیتی آلمان میزد که یه سارتی ها رو بگیر و پدرش رو در بیاره. این دنبال تقریشیم نبودن. چرا؟ چون نتانیاهو دنبال نقشه جاده ابریشم اسرائیل و عربستان به چخ برو توی هندوستان و چین بود. نمیخواست رژیم عوض بشه، چون اگر رژیم میخواست اون موقع عوض بشه با رژیمش هماهنگ میکرد، با هم داشتن قرارداد میبستن که شما بیا با این جاده کار نشته باش. و رژیم ایران هم تا 7-8 ماه پیش داشت برجام امضا میکرد. یک گروه جدیدی از صاحبان جدید داخل ایران اومدن، دو تا کودتای تق خامنه ای هم که نیست و کشور دارن میگیرن و حرف اینا رو گوش نکردن. پس نتانیاهو به شرط امضای برجام داشت جاده خودش رو میذاره، گروه پدر ملت ایران، همکاری که با ما کرد سال 96 و 97. وقتی جمهوری اسلامی برجام امضا کرد به گوش نکرد، نتانیاهو گفت حالا که این دریشات حمله میکنیم، ایران رو تجزیه میکنیم، رضا پهلوی رو میکنیم رهبر استان فارس. برای همین میبینی که شبکه های بهایی داشت دفاع میکنن. استان فارس کجاست؟ استان فارس از سال 92 به شدت دارن فشار میارن که استان فارس رو بچسبونن به خلیج فارس و یا اون پشت به دریای عمانی، میخوان مساحت چقدر کش بدن، استانها رو درست کنن. قرار بود ایران تجزیه بشه، استان فارس این بزغاله بیاد و وقتا تخت جمشید برای این بوده کوروش بده این اولاغ میکنیم اون دو ایران تجزیه میکنیم، اون بر میره و این به جنوب که رفته و سمت راست هم که سیستان برای سیستان میره و این هم استان فارس و بهایی همه اون تو هن و زرتشتی ها توشن و یهودی ها توشن، کوروش هم بر میگرده به تخت جمشید.
یک دهنی ازتون سرویس میکنم که بعدم بفهمید با کی طرفید. از سال 97 تا الان امسال میلادی شما سال ما از فروردینشون رو میشهد بشه تا میلادی شما حکم پار سال بود. گذاشتیم براتون و هنوز نمیدونید که با کی طرفید. واقعا کی؟ من؟ نه اون مای فرند. بدرود.